با درود خدمت شما همراهان عزیز، امروز هم در خدمتتون هستیم با چند خبر مهم از داخل و خارج ایران. در ابتدا خواهیم پرداخت به رونمایی از خامنه ای یک روز بعد از گزارش نیویورک تایمز. در بخش بعدی ویدیوهایی خواهیم داشت از کشف حجاب تعدادی از بازیگران زن سینمای ایران در حمایت از مهسا امینی، و در انتها به تیراندازی ماموران یگان ویژه در مراسم خاکسپاری مهسا امینی می‌پردازیم. پس تا انتها با ما همراه باشید. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. رونمایی از خامنه ای یک روز بعد از گزارش نیویورک تایمز. یک روز بعد از آنکه روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در گزارشی از بیماری علی خامنه ای و عمل جراحی او خبر داده بود، وبسایت‌های رهبر جمهوری اسلامی تصاویری از حضور او در مراسم اربعین را منتشر کردند. تصاویر منتشر شده از سوی این وبسایت‌ها نشون می‌ده که علی خامنه ای در روز شنبه 26 شهریور در حسینیه امام خمینی محل برگزاری سخنرانی‌های عمومی‌اش در تهران حضور یافته است. بر اساس گزارش رسانه های اربعین، این مراسم صبح شنبه به مناسبت اربعین برگزار شده و آنطور که تصاویر نشان می دهد، جمعی از افرادی که هیئت های دانشجویی سراسر کشور خوانده شده اند با فاصله زیاد از علی خامنه ای در مراسم حضور دارند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا شامگاه جمعه به نقل از 4 منبع خود نوشته بود که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته پیش در پی درد شدید شکم، انسداد روده و تب بالا تحت عمل جراحی قرار گرفته. نیویورک تایمز نوشته بود که علی خامنه ای در بستر بیماریه و در حال حاضر از سوی تیمی از پزشکان مورد اعتماد خودش تحت مراقبته. نیویورک تایمز به نقل از منابع خود نوشته وضعیت سلامتی علی خامنه ای هفته پیش وخیم بوده اما اکنون در حال بهبودیه، با این حال همچنان آنقدر ضعیفه که نمیتونه بشینه یا دیدارهای رسمی داشته باشه. روزنامه نیویورک تایمز در بخش آخر گزارش روز جمعه خود نوشت برای اظهار نظر درباره وضعیت سلامتی رهبر حکومت ایران با دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تماس گرفتند، اما آنها در پاسخ گفتند بدون مجوز از تهران نمیتوانند اظهار نظری کنند. انتشار این گزارش به دنبال لغو دیدار خامنه‌ای با بسیجیان گرگان انجام شد که خبر اون توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تایید شد. این دیدار که قرار بود به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شود، از قبل برای چهارشنبه 30 شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس برنامه ریزی شده بود، اما چندی بعد در اقدامی کم سابقه با حذف این خبر، خبرگزاری رسمی ایران نوشت بنا به ملاحظات حقوقی و یا خطای حرفه‌ای در تنظیم و درج خبر، محتوای خبر مذکور در حال بررسی مجدده. همزمان رسانه‌های ایران سه‌شنبه 15 شهریور خبر داده بودند که در پایان نشست خبرگان اعضای این مجلس با خامنه‌ای دیدار می‌کنند، اما این دیدار به شکل ناگهانی لغو و بعد از آن هیچگاه انجام نشد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 83 سال دارد و گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی او با حساسیت از سوی افکار عمومی دنبال می‌شود. کشف حجاب تعدادی از بازیگران زن سینمای ایران در حمایت از مهسا امینی. شبنم فرشادجو، بازیگر سینما، با انتشار استوری‌های اعلام کرد در اعتراض به مرگ مهسا امینی برخلاف قوانین کشور حجاب خود را برداشته است. شبنم فرشادجو در این استوری‌های اینستاگرامی گفت به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتم استوری بی حجاب بگذارم. به خاطر کارهایی که می‌کنید آدمو از هر چی حجاب اجباری و گشت ارشاد بیزار می‌کنید. همه دیگه میدونم من عاشق ایران هستم. خب به محیط زیستش اهمیت میدم، به آدماش اهمیت میدم و همه چی. این اتفاقی که الان افتاد، از خواب بیدار شدم حالم بد شد به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد تصمیم گرفتم استوری بذارم، استوری بی حجاب بذارم. اتفاق خاصی نیفتاد. این موامه بزه، اینم کچلیامه، اینم منم این منم شبنم فرشادجو که به خاطر این کارا که
پرستو صالحی بازیگر ایرانی که به خارج از ایران مهاجرت کرده در واکنش به جان باختن مهسا امینی ویدیویی منتشر کرد که در این ویدیو خانم صالحی بدون حجاب با خانواده مهسا امینی احساس همدردی میکنه. او خودش رو دشمن خونی جمهوری اسلامی میخونه و خطاب به مقام‌های این حکومت میگوید روزی از رفتن شما دور میدان شهیاد هلهله برپا میکنیم. امروز 25 شهریور سال 1401. دقیقا روزیه که من با خانوادم خاک سرزمینم رو ترک کردیم. و امروز روزیه که مهسا ارشاد شد. مهسای 22 ساله ما که من 45 ساله فکر میکنم میتونست جای دختر من باشه. یک سالی که اینجام همه هی بهم گفتن جاد چون امن نیست، خط قرمز ها رو رعایت کن، اینجا حیات خلوت جمهوری اسلامیه، اینجا امن نیست، اینجا آدم دارن، اینجا میتونن آدم بکشن. شاید به خاطر خانوادم ترسیدم، ولی امروز دیگه نمیترسم. امروز اون اتفاق که نباید میافتاد افتاد. نفس دختری بند آمد که نفس یک ملت بود. دومل چرکی سر باز کرد که روزهای زیادی ازش گذشته بود. پرواز 752 داغ عزیزانی که بیگناه کشته شدند توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، بچه های بیگناهی که تو هوا سوختن پرپر شدن، خانواده هایی که بعد از اون بچه ها دیگه نتونستن خانواده باشن، دیگه نتونستن زندگی عادی داشته باشن، هر کدوم یه گوشه ای افسرده و ناراحت، بعضی هاشونم دنبال داد خواهی که فکر میکنن به جای میرسه که الهی برسه. امروز 25 شهریور درست در سال روز روزی که وطنم رو ترک کردم میگم نه به جمهوری اسلامی، نه به اسلامی که شما به زور میخواین به مردم حق کنید، نه به زور، نه به جنایت. از 88 شروع کردید به آدم کشتن، قبل از اون هم احتمالا سالهایی که بودید این کار رو کرده بودید. 19 دی آبان 98 پرواز 752 و یک دختره 22 ساله به خاطر پوچش، نه زندانی سیاسیه، نه به شما آسیب زده. جمع کنید گشت ارشاد کثافتتون رو، جمع کنید این به بهشت فرستادن زوریتون رو، دست از سر مردم ایران بردارید. شما قاتلید، شما تروریستید، شما هیچی از خدا و پیغمبر سرتون نمیشه. سلسله‌ای و حکومتی در تاریخ ایران نبوده از شما ظالمتر. چه به اسم دین ظلم میکنید، به اسم دین آدم میکشید. به خاک وطنم قسم که گفتم برای من از ایران آوردم، یه روزی یه خاکم به ایران برمیگرده، یا این خاکو همینجا میریزم رو جنازه من، همینجا در سرزمینی که هم نیست، در جایی که میتونید بیاید هر غلطی که میخواید بکنید. میگم خون من از مهسا رنگی تر نیست. 44 ساله دارم، چه 45 سال سیطر زدید مثل کفتار رو مملکت، دارید میدوشید و میخورید و میبرید و بچه هاتون رو میفرستید خارج از کشور به قصد این که میخوان برگردن به کشور کمک کنن. امثال من میان بیرون از ترس گرفتن و ممنوع خروجی و زندان و فلان و فلان، ما میان برای فاحشگی و بچه های شما میان برای پیشرفت مملکت، حرامزاده های شما میان برای پیشرفت مملکت. لعنت به همتون، تک تک شما تقاص خونهایی رو که گرفتید پس خواهید داد. بدانید خون مهسا،
پایان حکومت جمهوری اسلامی رو امضا خواهد کرد. نه به جمهوری اسلامی، نه به حجاب اجباری، نه به گشت ارشاد، نه به تمام حکومتتون با تمام اعوان و انصارتون. خدا لعنتتون کنه. نمیدونم حال دل مردم ایران رو چطور میشه این روزها عوض کرد. امروز همه مردم عزادارن. عزای عمومی مردم ایران اعلام شد. شما قاتلید. شما باید بهای این خونهای گرفتی رو بدید. روزی میرسه، روزی که میرسه که مردم تو خیابونها هر یک دونتون رو به درختهای خیابان ولیعصر آویزون میکنن. از خون مهسا و مهساها خون ماها رنگین تر نیست. تهش مردن، ایستاده مردن بهتر از میکرد و دو زانومون زندگی بکنیم و روی دو زانومون جلوی شماها زانو بزنیم. از این به بعد دشمن خونی شما منم. پرستوی صالحی، نه به جمهوری اسلامی، نه به تک تکتون. بمیرید که از مرگ تک تک شما عروسی خواهیم گرفت در منزل و خانه هامون و شادی خواهیم کرد. روزی دور میدان شهیات، روزی دور میدان شهیات هلهله برپا خواهیم کرد برای رفتن شما. در اقدام بعدی استوری اینستاگرام خانم کتایون ریاهی حاشیه ساز شد. کتایون ریاهی در اعتراض به ماجرای گشت ارشاد برای حمایت از مهسا امینی به چالش گشت ارشاد ممنوع پیوست و حجابش رو برداشت. با تیراندازی ماموران اعتراضات سقز به خون کشیده شد. نیروهای امنیتی در سقز به سمت عزاداران و معترضان به قتل مهسا امینی معروف به ژینا تیراندازی و عده‌ای را زخمی کردند. تا لحظه تنظیم گزارش هنوز خبر موثقی درباره تعداد مجروحان منتشر نشده، اما سایت هنگاو از زخمی شدن دست کم 13 نفر در پی شلیک نیروهای امنیتی خبر داده و حال یکی از مجروحان را وخیم اعلام کرده. در میان مجروحان دو نوجوان زیر 10 سال و 3 زن زخمی نیز دیده شده اند. همزمان با بالا رفتن تعداد زخمی های این حادثه، تمامی راه‌های ارتباطی با سقز بسته شده است. ماموران امنیتی اعتراضات را بعد از آن به خشونت کشاندند که هزاران نفر از مردم معترض سقز بعد از به خاک سپردن پیکر مهسا مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کرده و شعارهای علیه علی خامنه ای سر دادند. معترضان در اعتراض به کشته شدن ژینا شعار می‌دادند: مرگ بر دیکتاتور، ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما. در جریان تجمع معترضان به کشتن مهسا امینی مقابل فرمانداری سقز، نیروهای امنیتی اقدام به ضرب و شتم معترضان و دور کردن آنها از این منطقه کردند. نیروهای پلیس بعد از پرتاب گاز اشک‌آور میان معترضان که با عدم عقب نشینی مردم همراه بود، اقدام به تیراندازی مستقیم به سمت مردم معترض کردند. بنابر اطلاع وبسایت هنگاو، حفظ امنیت شهر سقز به شورای تامین شهر پرده شده و با سلب اختیار از فرماندار، مدیر اطلاعات سقز موسی دلشادلو دستور تیراندازی را صادر کرده. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از شهروندان مورد اصابت این گلوله‌ها قرار گرفته و به بیمارستان برده شدند. بنابر گزارش‌ها، رصد وضعیت اینترنت در این شهر حاکی از آن است که اینترنت در شهر سقز با اختلال مواجه شده. اینترنت اپراتورهای ایرانسل و همراه اول قطع و فقط اینترنت داخل قابل دسترس. اینترنت در شهر مریوان نیز به شدت دچار اختلال شده. از طرف دیگه هنگاو گزارش داد که در سنندج نیز نیروهای امنیتی برای پیشگیری از برپایی تجمع ضمن تماس با فعالان مدنی و زنان آنان را تهدید کرده که در هیچ گونه حرکت اعتراضی مشارکت نکنند. این گونه به نظر می رسد که اعتراضات به کشته شدن ژینا در این منطقه ادامه دار خواهد بود. بر همین اساس چند حزب سیاسی کرد با انتشار فراخوانی خواستار اعتصاب عمومی در کردستان در روز دوشنبه 28 شهریور شدند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در این فراخوان علاوه بر مرگ مهسا امینی، به جان باختن شلیر رسولی که از او به عنوان قربانی تلاش یکی از نیروهای امنیتی برای تجاوز نام برده شده اشاره شده. در این بیانیه از تمامی اقشار مردم کردستان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر خواسته شده تا در این اعتصاب شرکت کنند. مراسم خاکسپاری مهسا امینی در حالی برگزار شد که صبح روز
شنبه نیروهای امنیتی قصد داشتند تا مراسم را زودتر از موعد برگزار کنند که شهروندان سقزی مانع دخالت نیروهای امنیتی در نحوه برگزاری مراسم شدند. روزنامه همیهن در کانال تلگرامی خود با انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری ژینا اشاره کرد که بعد از مراسم خاکسپاری لیلا عنایت‌زاده، فعال زنان سقزی بیانیه‌ای خواند که در آن آمده بود گشت ارشاد باید جمع شود. برابری حقوق زن و مرد بدون همکاری مردان امکان پذیر نیست. پدر بزرگ مهسا امینی نیز در ادامه این مراسم با گریه شعری از یک شاعر کرد خواند. شعری با عنوان تهران برای هیچ کس نمی‌خندد. پدر مهسا امینی هم از مردم می‌خواست که نگذارند برای او و خانواده‌اش مشکلی پیش بیاورند. مردم هم پاسخ می‌دادند نترس نترس. دایی مهسا امینی در حال سخنرانی کوتاهی اعلام کرد ما کوتاه نمی‌آییم و سر تعظیم فرود نمی‌آوریم. مادر او نیز می‌گفت بلند شو ژینا، مردم برای تو آمده‌اند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات دیده می‌شود که برخی از معترضان اقدام به پاره کردن بنرهای خامنه‌ای و پرتاب سنگ به سمت آن کردند. همچنین تصاویر منتشر شده از مزار مهسا امینی در سقز نشان می‌دهد روی سنگی بالای مزار به کردی عبارت ژینا جان تو نمی‌میری، نامت یک نماد می‌شود نوشته شده است. سپاسگزاریم که تا انتهای این بسته خبری با ما همراه بودید. با آرزوی بهترین ها شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدارتان.